با چند محافظ و چند موتر شما گشت و گذار میکنین؟ زمانی که یک جایی از شما دعوت میشه یا میخواین که به محل حادثه برین یا به رویداد برین، با چند موتر میرین، با چند محافظ میرین؟ نو ما مخکم ویل چې زه شوقا ما طبیعت دغه دی چې زه د عامو خلکو سره بس غاړه په غاړه ژوند وکړم او دوی سره وګرځم، ځکه ډېر وخت مو د دوی څخه جلا تېر کړی دی په غرونو کې، و نو اوس غواړو د دوی سره یو ځای اوسو. خلیل زاد هغوی به مونږ ته ګپه کوله چې کله را خلاص شول هلته راغلل، ویل چې مونږ به کله ورده مخام ټیم د ده دپاره دعاګانې کولې چې تیرف سي چپا مکوشي. زدران صاحب، اگر حکومت امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشه، او زمان چی خواهد شد؟ به نام خدا، سلام بر شما بیننده عزیز خورشید، خوش آمدین به دوستانه و آرزو دارم تا ختمی از برنامه دوستانه با ما باشین و تشکر از همکاری و حمایت همیشگیتون. امشب باز هم یک مهمان خوب دوست داشتنی را با خود داریم، ضمن از اینکه یک مسئول امنیت شهر کابل هستند، در پلویش یک جوان موفق و همچنان جوان با استعداد هستند. جناب خالد زدران، سخنگوی پلیس قماندانی امنیت کابل با خود داریم. جناب زدران صاحب سلام بر شما، خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من از بنده بسیار خوشحالم. شما را زیاد خوش آمدید میگم و از کار و بارتان خسته نباشین. بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. مننه علی مجوندی لرا خوش. سلامت باشین زدران صاحب. سوالا را شروع میکنیم. برنامه دوستانه بر همگی معلوم دار است، یک برنامه خودمانی هست و در این زمان بخش اول دوست داریم در مورد زندگی شخصیتان پرسان بکنیم. در اول میخواییم بفهمم شما چند ساله هستین و کجا به دنیا آمدین؟ که او ایمونگ در جوان دست تر شویده، یو در کور معلومات نراته که گیش بکور که مونگ سمرا فامیلیو دوام قدم که در خپل کلون هم را نبکی هیر دیو کوشش کنم سمرا کم را وخه ایمه بیا سالی زلز وانی واسه. ما فکر ویش کلن نه تویش کلن با اومد. بسیار خوب. و در این سن سالی که شما هستین، چقدر چالش ها و مشکلات شما دیدین و چقدر سختی ها را از سختی ها شما قصه بکنین؟ نو جوند که خود اختیا هم رنگ رنگ وقتو نوی مراحل وی کسی هم ورکوال ای بیا نپیدا کیگی وشی که دیر سره کوشش وکیم. خب لاغه پس زوانی زمون طول پا دست وقت که تیره شوه چه اقل تا مون دست سنه دیلی دلی زکر مون پا مبارزه بانده بخت و ده وطن ده ازاده و ده وطن ده سوکله لی پارا. نو بلا بل مراحل پا جوند که را غلی ده خاطرات لرو مون کوشش کهو مخفل ده حدث ده کوشش کهو مومید میده چه داغا پا یو چاپ دول بانده، یعنی کتابی شکل بانده راتلون که نسلون تا ولی که پریگ دو چه ده یو انسان پا جوند که چه تیریگی و سمخ که رازی ده هر سو باید پلی کلی بانده نسلون تا وسپارو. بسیار زیاد تشکر. در مورد تحصیلات تانم دوست داریم بفهمیم که شما کدام رشته را تحصیل کردین و درس ها را با تحصیلات به کجا به پایان رساندین؟ از پخوست که می درس ویلو دی عبدالحی حبیبی لیسه که آلتا می تقریبا تر نم سم اسم فور ازدکری وکری چه ورس تا بی آلتا مونگ تا مشکلات جور شو لیاغی زای سخزه پا دوزر آتم که یا نهم که دی آغی سیمی سخوه تلما بیا دی غرون و طرف تلارو آلتا بیا دی درس دی پارا داسی زمینه نو برا برا چه مونگ درسو نو ویلی ویز آلتا آلتا مشکلات و نه خوانزی و نه بل چه هم دا قشان تی مدرسه که می هم زدکری کردی دی منبع العلوم که نو درسونه ما سخنیم گلی پاتی شوی دی سر تا می ندی رسه ولی چرا؟ نو زکا منگ مصروف شو بیکی زیاد مصروف شو منگ پدا زی که جوان که ولو چه حال تا دی درس لفاره سانتیاوی نوی سانتیاوی نوی برا باره نو اوس با کوشش کوو ها غصه چی را نپاتی وی خدای دی مونگ تا تو فکر کرد چی بیرت مکمل کو باش پلی کو. اگر شما قرار باشد دوباره تحصیلتان را شروع بکنیم کدام رشته را خواهد تعقیب کردین؟ نو زما خو خپلا کوشش دغه دی چی اوس خو رشته مشکل است سړی تعقیب کی ځکه وختم تیر شوی دی. ما خپلا په لومړی کې دا کوشش کولی چې کله چې په وطن کې ازادي راشي زه به ضرور درس وایم، درس ته به ځم، ژورنالیزم مې زیات خوښېده. حالا به مو ارزویتان رسیدین وطن آرام شده و نو بیا چې بیرته کله وطن کې ازادي راغله همدلته شولو بیا له هغې څخه د پخوا څخه مصرفیات زیات شول.
کوه مش ولی چی سرای دودای وقت نلریم درواغ بنه بی یعنی درس خو تا خو زیاد وقت لگی از ما یو نچاپ اثار دهی کتاب میده اگم پا دیر کم و مراحلو که پات دهی نو آغه آخری بش پڑ که ولو تم نیم فارگه چا سو جمله ور بش پڑه کم هم دقا سرانا پات دهی کشش کم چی دیر زر چاپ کم حقیقت شماتور زادران سب زمانه که یک مسئولیت بزرگ با عهده گرفته میشه و زمانی که ما مسئولیت دار میشیم باز از درس و تعلیم و از این مصرفیت ها کنار میمانیم به هر حالش انشالله که وقتم پیدا بکنین بین زندگی شخصی چند سوال می داشته باشیم که شما ازدواج کردین چند فرزند دارین او بالکل زو دل رم تقریبا دری بچیان می دی ماشاءالله او ماشومان دی او 2 میلیون دی یعنی 15 بچیان ټوټل لرم نو ودل لرم الحمدلله انتخاب خودتان بوده یا او بالکل مونږ سیمه کې خو طبیعي ده د مور او پلار په خوښه باندې بای کې خو بیا طبیعي ده د ژوند داسې وي د ځکه چې بیا وروسته خپله نظر خودم شه ضروری است فرزندان مصرف چه کارا هستن و کجا زندگی میکنن هستن خوست هستن یا خارج از کشور زندگی میکنن نه دل تر سره دی کابل که رسره دی درسونه و تعلیم کوي په خوانزی کې دی الحمدلله ټول می په خوانزی کې شامل کړی دی نو کوشش کوم چې دا دوی سره وې شم ازین مدرسې ته کوم او ځین خوانزی ته کوم وروسته دی دوی خوخه د کوم رشته خوخوي غلطه در مکتب خصوصی درس میخوانن یا دولتی است تشکر زدران صاحب در مکتب خصوصی تحصیل می کنند یا دولتی و فیسشان چقدر شما تعیین میکنید خصوصی مکتب که تحصیل کوي نو فیس خو تقریبا د میاشت 1500 افغانۍ ده خوب است و چه کارهای دولتی شما مصرف چه کاربار می باشین جدا از اینکه سخنگوی قماندانی امنی ولایت کابل هستین یک مسئولیت بزرگی را به عهده دارین بدون از این کدام مصرفیت دگام است؟ نو با زمان در جوان چی تیر شوه ده یعنی پا کامیل من هم امدل تا مبارزه که تیر کرده و بلکم کارم ندرلو ده نو کلا چی در تحولات راقل لده یو کلمخ که ما تصمیم اونی وری چی باید دکور دفارا ده مصارف اون یو منابع باید سرای پیدا که و شخصی کاروبار شروع که لاغی ورست نمون بیا شخصی کاروبارم شروع کرده ده یو تجاران رونا تا ده خدای ثوابونه دی خدای نصیب که مونږ سره ډیره مرسته کوي په دې برخه کې د تجارت په برخه کې نو همدا د کورنۍ دپاره ما شخصي تجارت هم شروع کړی دی چې له هغې څخه عواید سرچینه برابره کړو ماهانه څه عواید دارین از نو دا معلومات خو م تر اوسه نه دی کړي چې څومره به راځي خو انشاءالله امید شته چې ګزاف است به خاطر از اینکه نمیخواین افشا شوه چون بیننده میفهمن باز از راز زدران سای بازی خاطر بر حالش زندگی شخصی چگونه میگذره و شما از این سیاستی که در دولت شما کار میگیرین یا با سیاست وظایفتان پیش میبرین در خانم از سیاست استفاده میکنین کار میگیرین با سیاست هستین یا مطور ملایم و نرم و دی سیاست رښتیا هم ډېر درون شی دی ذهني فشار ډېر زیات وي خو موږ د افغانستان دپاره د خپل ذهنونه خپل وجودونه وقف کړی دی هغه که په کور کې هم د همدې شي سره سر وي که بیرون هم یو خو دلته د سخنګۍ مسؤلیت دی کابل طبیعي ده 6 میلیونه نفوس لري روابط زیات وي او بل زمونږ وظیفه هم دغه ده چې څلور ساعته باید د رسنیو سره سړی په اړیکه کې وي زمونږ وظیفه دغه ده چې د رسنیو سره په اړیکه کې وي خو دلته هیوادوال هم کوشش کوي چې زمونږ سره رابطه وکړي کوم مشکلات راسره شریک کړي بیا فوق العاده توګه باندې هغه مرسته هم کوو د امنیه قمندانۍ سره نو اوس وخت کې خو په همدې غیر روابطو باندې ډېر زیات مصروف وي زیات مصروفیت مو په تلیفون باندې بوختیا ده کله هم چې میلمه راشي مونږ سره ناست وي اخه مونږ ګورو چې مونږ څلور ساعته په تلیفون کې اخته وي خلکو ته ځوابونه ورکړو یعنی یو ساعت چې سړی تلیفون بند کړي چې خلاص یې کې بیرته په سلګونو میسیجونه پراته وي په تلیفون کې مونږ بیا کوشش کوو چې په وخت سره هغه سوالونکي ته یې جواب کړو سوال یې جواب کړو او دوی که د کوم مشکلو سره مخ وو اړوند ارګانونو ته یې وسپرو او تر څو عاجله رسیدګي وکړي او بل سیاست رښتیا هم افغانان ټول په سیاست کې ورګرځي تمام سیاست نه چرته هم شخصي مجلس وي سیاسي بحث وي نو سیاسي بحث رښتیا هم ښه دی یو فهم د زده کولو لپاره
او خو مونږ افغانان بعضی وختونو کې دغه بحثونه جنجال ته بوزي، جنجالي کوي. خو زه خپله دا شوق نه لرم چې کوم بحث دی جنجالي شي. د یو زده کړې په لحاظ باندې د بحث کول ښه دی، باید سړی وکړي، انساني وکړي، ډېر څه ترې زده کېږي. بسیار خوب است. چقدر شما میفهم مصروف هستین و همیشه در فکر مردمتان به خاطر آرامش، به خاطر امنیت مردم مصروف کاروبار هستین. همین که شما بیکار میشین، باز دوست دارین کجا به سیاحت برین، کجا همراه فامیلتان به تفریح میرین؟ زما زیاته چې کله ډېر زیات بیکاره شم، کوشش کوم د دوستانو نه لرې شم، لرې لاړ شم، همدغه شان د دفتر څخه یا د کور څخه بیرون همدغسې پیدل راوځم، بازار کې چکر ووهم، ګرځم خپل. بیا چې کله وروسته مې پام شي چې ډېر لرې راغلی یم، په سوچونو کې تللی یم، فکرونو کې، نو لږ خو مې ورزش هم ورسره شوی، همدغه شان ته د بازار حالت هم ګورم، د بازار ذهن هم ډېر تغییر وکړي، نو به هر بازار کې ډېر زیات چکر وهم پیدل. بسیار خوب است. زدران صاحب، با چند محافظ و چند موتر شما گشت و گذار میکنین؟ زمانی که یک جایی از شما دعوت میشه یا میخواین که به محل حادثه برین یا به رویداد برین، با چند موتر میرین، با چند محافظ میرین؟ یعنی به طور معمولی شما با چند محافظ گشت و گذار دارین؟ یو خو عجل وقتی را حادثه وی یا بله کومه پیښه وي، طبیعي ده سړی به ځي، منظم به ځي، ځکه د امنیتي هغه دی. نو یو د چا سره سړی میلمه کیږي یا چا کره ورځي، هغلته مونږ هر وخت دپاره درې یا څلور کسان و، زیات نه و، درې کسان و، درې نه زیاتې ګناه. خو کومه ورځ چې حادثه وي، طبیعي ده د امنیت په خاطر باندې سړی منظم لاړ شي. بسیار خوب است. با وارد شدن به یک مسلک یا مثلا یک پست را که آدم تازه مسئولیتش را میگیره، یک تغییرات کلی در زندگی میایه. وقتی که شما سخنگوی قماندانی همی کابل شدین، چه تغییرات تفاوتی در زندگیتان آمده؟ پخوا خو زمونږ شخصي ژوند و، دلته د یو نظام له ادرس څخه دی. په رښتیا هم دا ډېره سخته ده. یو د ټولنیزو رسنیو ژوند هم ډېر سخت دی. هر څه برای راس وي، ټول خلک یې ویني، ځکه هلته بیا پرې تفسیر هم کېږي ټولنیزو رسنیو کې. تغییر دا پکې راغلی دی چې پخوا چې کوم ځای ته تله راتله کول، چا سره ناستی فستی مو درلوده، همدغه شان بازار کې مو ډېر په ازادانه توګه باندې چکر وهلی شو. اوس به طبیعي ده، ضرور به یو څه تغییر کړی وي. کوشش کوو چې هغه څه زموږ څخه ونه شي چې خدای نخواسته د دې اسلامي نظام رنګه دې پرې بده شي. که څه هم هغه به زموږ شخصي کار وي، خو موږ د یو رسمي ادرس مسؤولین یو. بیا زموږ په نامه باندې زموږ تر شا هغه اسلامي نظام چې دی هغه تخریب کېږي. اوس ډېر کوشش کوو، ځکه دا زموږ د فقط ځان حیثیت نه وي، بلکې د ټول اسلامي نظام حیثیت ته صدمه رسوي. دقیقا. از اینکه شما به عنوان سخنگوی قماندانی امنیه کابل گماشته شدین یا تعیین شدین، چقدر راضی هستین و باور دارین که مردم از شما راضی است؟ او خیو الحمدلله، اوس خیو په دې راضی یو. خو کابل کې مصرفیت ډېر زیات وي په دغه بست کې، د خلکو سره رسیدګي وي، ناسته پاسته وي، هغه مشکلات، نو د دې سره زیات مصروفه یو. نو خوشحاله یم چې د خپلو هیوادوالو خدمت کوم، په خپل وطن کې د دوی د امنیت لپاره هلې ځلې کوم. نو له خدای تعالی څخه مې همدغه غوښتل چې زه د خپلو هیوادوالو په خپلو مټو باندې خدمت وکړم او د دوی دفاع وکړم. یعنی شما راضی هستید؟ او راضی ام الحمدلله. کدام پست یا موقف دیگه خود در فکر ذهنتون خطور نمیکنه که اگر قرار باشد تبدیلات شروع شوه و شما زما خپل هم دا فکر دی که چرته هم د مشرانو خوښه وه، زما شوق هم دغه دی چې زه همداسې پاتې شم، غیر رسمي غړی، همدغه شان د عامو خلکو سره په مجلسونو کې پاتې شم، د عامو خلکو سره نستای پستای وکړم، او خاص کر د ځوانانو سره ووینم، په غونډو کې د دوی سره محفلونو کې برخه واخلم. زما شخصا زما شوق هم دغه دی، پرته له رسمي موقف څخه. بیا د مشرانو خو خامخا هغوی به کوم هغه پکې لیدلی وي، د هغوی یو بار و چې زما په اوږو باندې دغه کېښودلو، یقینا چې ډېر ورسره په تکلیف هم یو. نو زما شخصي شوق دغه دی چې د ځوانانو په مجلسونو یا د ځوانانو سره په ناسته پاسته کې ګډون وکړم، او دوی سره مخامخ ووینم. بسیار زیات تشکر. موفق باشین. بیننده عزیز، حالا میان برنامه کوتاه و زود برمیگردیم. سوالاتی که بعد از وقفه پرسان میکنم فوق العاده جالب و دیدنی هست، شما با ما همکار باشین.